سلام، اینجا درنگ. توی این ویدیو با صحبت‌های داوود هزینه درباره رئیس مافیای سایت‌های شرط‌بندی و کاندید شدنش برای ریاست جمهوری همراه شما هستیم. پس تا پایان این ویدیو همراه ما باشین. اما قبلش اگر هنوز عضو کانال درنگ نشدین، ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین تا از آخرین و داغ‌ترین اخبار حواشی با خبر بشین. پیشاپیش ممنون از اینکه با لایکاتون به ما انرژی میدین و یادتون نره که در قسمت کامنت‌ها نظرتون رو حتما بنویسین تا با هم در ارتباط باشیم. داوود هزینه این روزها بعد از بسته شدن پیجش تقریبا روزی دوبار با پیج جدیدش لایو میذاره تا بتونه هر چه سریعتر پیجش رو بالا بیاره. حالا اینکه چرا پیجش بسته شده رو بریم و از زبون خود داوود بشنویم. اینستا باید لج شده. نه بابا بچه، اینستا با من چیکار داره؟ مگه ربات منو میشناسه؟ نه تو رو میشناسه نه منو میشناسه. این رقبای ما احساس رقب که من نمیگم، من اصلا میدونی به چی میگم، یعنی شاید رقب باشن ولی در سطحی نیستن که من بخوام در موردشون اصلا فکر کنم، نظر بدم یا ببینم کیان چیکار میکنن. انقدر آدم بیکار توی اینستاگرام میجوجه، هکر مکرها هستن، 10 تا 20 تا پیج بالا هم دستشونه، مثلا پیج داوود دستشونه، پیج نمیدونم ایکس دستشونه، فلان خواننده دستشونه. این رقبای پلشت ما میرن مثلا میگن آقا این 10 میلیون، این 20 میلیون، این 30 میلیون، این 40 میلیون، این داوود ریپورت کن با پیجه درجه بالا، شما ریپورت کنید که بعد حداقل 100 هزار تاتون ریپورت کنید یه چیزی پاشه چون فالووراتون کمه. یارو میاد مثلا با 10 تا پیج تیک آبی میاد استوری منو پاک میکنه. این اینستا ربات آدم نشسته که سه برابر کره زمین مردم آیدی دارن، آدم های کره زمین آیدی دارن، نمیتونه بیاد بشینه انسان بذاری که اونجا ربات گذاشته. ربات هم فکر کنه مثلا من دارم یه کار خلاف میکنم، میاد مثلا استوری منو پاک میکنه، میاد لایو منو پاک میکنه که اونا میخوام یه کاری کنم من دیده نشم. بابا من دیده هامو دیده شدم، من 80 میلیون ایرانی میشناسه. من پیج دوممو دیروز استوری گذاشتم، 18 میلیون نفر ما رو میبینن تو یه هفته. خیلی ها 18 میلیون نفر ها فالوورمون چقدره؟ 400-500 کا. پیج اولام که میره رو 40 میلیون 50 میلیون. ولی یارو میگه بذار بزنیمش، بذار ریپورتش کنیم، بذار فلانش کنیم. بخوام اینجوری ما هم میگیم فدای سرتون، بذار بزنن به تخمتون. موقعی که بعد ما رو ببینن دیدن، الان دیگه دست و پا زدن علکیه، گلای تو خونه. دست و پا زدن علکی فایده نداره. در ادامه توضیح میده که پیج جدیدش 18 میلیون بازدید داشته و همین موضوع باعث شده که به کاندید شدن برای ریاست جمهوری فکر کنه. این توهم انقدر داوود رو درگیر خودش میکنه که کل برنامه 4 سال آیندهش رو هم اعلام میکنه. من اگر رئیس جمهور میشدم همچین رأی میوردم، جون مادرم هر ایرانی مایی 10,000 دلار پول نفت میدادم. بابا ولش کن، تا ما هستیم صفا کنیم. تو این قرن دیگه، قرن آخر، هممون 1400 دیگه تمومه، دیگه کسی 1500 نمیبینه. نفت رو میزدم به کشور، همه خوب زندگی کنن. حالا بعد ما هم یکی مثل من پیدا میشد یه جور دیگه کشور رو اداره میکرد. ولی خیلی ها تو پیج دوم انقدر ببینن تا الان رئیسی دنبال اینه 18 میلیون نفر ببیننش. تکبیر، هزینه، هزینه. من رئیس جمهور میشدم، جون مادرم با شخصیت افتخار برای ایران میآوردم. اصلا نگران نشید، من رئیسم، برید آسوده بخوابید. البته گویا مردم حتی از فکر کردن به اینکه رئیس جمهور کشورشون در جلسات مهم شست پا بخوره در ثانیه 3 تا سکته میزنن و داوود لازم دونست که برای رفع نگرانی مردم بهشون اطمینان خاطر بده. اینستاگرام یه دختر حرومزاده ای قدیم سکس من باش کرده بودم، شست پا فلان اینا، یارو مثلا من بیام بزنم داوود هزینه شست پا خوردم، خب این کار خوبیه؟ میدونی منظورم چیه؟ البته به مردم این قول رو هم داد که عکس شست پا خوردنش رو در پوستر تبلیغاتیش نذاره. کلن یارو زندگی ما رو نمیدونه. منم آدمی نیستم توضیح بدم. بی بی سی من و تو ایران اینترنشنال 30 دفعه به من گفتم بیا زندگی تعریف کن. برای کی تعریف کنم؟ بیام به یارو بگم مثلا من آدم خوبیم، من اینجوری اومدم بالا، من مثلا من فلان کار رو کردم. تو این کلاب هاوس هست همتون میدید، من یه روز اومدم توی ثبت نام کردم، 10 تا خبرنگار هم من مصاحبه کردم، 10 ساعت جوابشون رو دادم، خداحافظ خداحافظ. حالا کسی که شنید شنید، نشیدم به تخمت. مثلا دنبال این حرفا نیستم خودمو به کسی ثابت کنم. یارو از جلو منو ببینه میفهمه من کیم. البته داوود اصلا به تبلیغات و مصاحبه و اینا هم اعتقادی نداره. و
برای اینکه خودش نشون بده، داوود شروع میکنه به ارشاد کردن همه کسایی که توی لایوش میان. 18 سالگی، اینو جدی بهت میگم، تو هم مثل بچه برادر منی، مثل بچه خواهر منی، مثل داداش کوچیکه منی، اینو جدی دارم میگم. تو سن 16 15 تا 21 2 سالگی اوج اینه که خودتو بدبخت کنی. حواست باشه همیشه به بزرگی، سمت نرو، سمت مشروب نرو، فکر نکن این بخاره. گرفتی؟ بله برادرانه دارم بهت میگم. الان میگی این داوود کسخل، این چه حرفیه؟ من دورم از اینو دارم بهت میگم، برای تو، برای همسن سالایی که تو لایون مواد کشیدن افتخار نیست. نمیدونم آی من ماری جوانا میکشم، و یکی میگه من کوکائین میکشم، دکتره میگه این همه چرت و پرت داداش. برو دنبال ورزشت، برو دنبال پیشرفتت، همیشه دندونات مسواک بزن. اینو جدی دارم بهت لامین جامعه خوشتیپ و خوش عطر و بالا باش، برو ورزش کن، 22 سالت شد بتونی حقت از جامعه بگیری. مواظب خودت هم باش آقا داوود عشقی. خلاصه این که حواستون به خودتون باشه، مخصوصا دخترای کوچولو، مخصوصا این پسرای همسنی، اینا سن تخریب شدن دارن، سن خراب شدن دارن. انشالله که خدا پشت پناهشون باشه، سمت چیزای خوب برن، سمت چیز کسشر نرن. من سمت چیز کسشر نرفتم، اینو یادتون باشه. حالا شاید تو گوشی منو دیدید، من از جلوی آدمی هم بعد ببینید، من یه آدم بزرگی هم، همه هم میدونن، کل این ترکیه هم میدونن، ایران هم بودم ایران میدونستن، حق خودمون از جامعه میگرفتیم، ولی نه از کثافت کاری. در ادامه هم از قوانین رستوران و خونه خودش برای دخترها میگه، که البته احتمال زیاد همین قوانین رو وقتی رئیس جمهور بشه میخواد برای کل کشور وضع کنه. من بچه توضیح میدادم، یارو 20 دختر تو خونه من نشستن، 10 تا پسرم تو خونه من نشستن، دارن قلیون میکشن، مشروب میخورن. قلیون چیز بدی نیست، قلیون رو تفریحانه دوست دارید میتونید بکشید، قلیون همه جا هم آزاده، میتونی بری هر جا تو کافه رستوران بشینی بکشی. دختر جدید میاد تو میگه گل داریم، دختره اینجوری نگاهش کردن انگلیسی، نگو نگو داوود الان میندازتت بیرون ها، اصلا اینجا حق نداری. یک، تو جمع ما آهنگای امیر شتلو گوش کنی. دو، بشینی از بچه های اینستاگرامی توضیح بدی آی فلانی رفت فلانی رو کرد، فلانی رفت خونه خرید، فلانی رفت ماشین خرید، اصلا این گوخورا رو نباید تو خونه من اسمشون رو بیاری. سه، نمیدونم سیگار کشیدن و مواد کشیدن ممنوعه. اینا همه دخترایی که با ما 10 سال 20 سال رفیق هم میدونن. بشین از خودت تعریف کن، بشین از اموال خودت بگو، بشین از اشغال بگو، هزار تا خواننده هم داریم، بشین اونا بگو، نشین کس شعر مردم رو اینجا برای من تعریف کن. اونا میشینن از من میگن تو اومدی از اونا داری به من میگی، یا نمیدونم میشی میخواد مواد بکشی. اینجا این چیزا ممنوعه، یا ساکه، یا ساک به ترکی یعنی ممنوع. در ادامه درباره رئیس مافیای سایت های شرط بندی هم صحبت میکنه و توضیح میده که اونا رئیس من نیستن و من خودم رئیس خودم هستم و اونا واقعا آدم های خوبی هستن. همین روال کاری که تو داری چی میخورده، من یه آدم قماربازم. خب من یه آدمی هم قمار نه ببین، قمار اصلا خوب نیست. من قمار رو به هیچ کس خب چیز نمی کنم، پیشنهاد نمی کنم. قمار بازی کردن کار هر کسی نیست، دلش هم هر کسی نداره، عقلش هم هر کسی نداره. من هر چی دارم از بچگی درآوردم، نه سایت شرط بندی یار اومده باشه تو سایت من بازی کنه، نه 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 نه، من مدیون ملکه الیزابت هم. ملکه الیزابت میدونی کیه؟ ملکه انگلستان. یه سایت 365، من همه رو تو اون بردم، اومدم ترکیه برای خودم خونه خریدم، ماشین خریدم، زندگی. من قمارباز بودم، حالا خودمون هم یه بت درست کردیم لایو بت، هر کی دوستاش توش بازی میکنه، یکی میبره یکی میبازه، ولی در کل من اینجوری اومدم بالا با 1,000,000 تومان، با 2,000,000، 1,000,000 هم کردم توی شب 30,000,000. این خایه میخواد داداش. حالا یارو بره بگی شیشه فروختی، نمیدونم اون یکی بره بگه نمیدونم دزدی کردی، یا مثلا این گستاخ میزده تو ایران جنسای چی حسین پنجک رو رد میکرد. حسین پنجک که الان نمیدونم تو ترکیه کارگر فرشید منطقی، سایت اونو تبلیغ. دکترم خیلی آدم خوبیه، پدر فرشید، آدم های محترمی هست. اینا زندگی خودشونو دارن، منم زندگی خودمو دارم. فرشید امیر شقاقی، من نه یه تالا یه لیر بهش دادم، نه تالا یه لیر به من داده. خب اصلا هیچ وقت من ازش یه لیری نخواستم، اونم اون با من دوسته، رفیقه، سیستم خودشونو دارن. اصلا من نمیدونم سایت دارن ندارن، نمیدونم اصلا من این چیزها رو نمیدونم، نمیدونم ساخت و ساز میکنن نمیکنن. اینا تو ذهن توی تو فکر میکنی اونا رئیس سایت شرط بندی هن، منم اینجا یه چیزم، من خودم رئیس هم هم. اینه یادت باشه، هر تیکه خر که اومدی اینا نوشتی، فرشید پسر خوبی، اون برای تو مونتیگوه، گرفتی شد، برای من فرشیده، دکتر برای تو دکتره، اونم برای من دکتره. اینا احترامشون
من همیشه هزاره، ولی اینا برای تو رئیسن، برای من یه دوست معمولی. اینو یادت باشه. اصلا کار چیه؟ من تا حالا برای کسی کاری نکردم. فرشید خیلی مثلا تو خیلی ببخشید 100 تا مثلا اینا باید برای من کار کنن. این مردم نمیدونن این چیز. اینا رو میگم من خیلی به انفشار میاد. اینا آدمای محترمی ان برای خودشون. من نمیدونم کارشون چیه، ولی کارشون هر چیه خدا پشت پناهشون. ولی اصلا اینجوری که شما فکر کنید نیست. تو ایران اومدن گفتن نمیدونم سایت مالفه. ای اصلا سایت چیه؟ اصلا سایتی که در کار نیست ما بین من و اونو ما. ولی کلا ذهنتون مریضه دیگه. دوست دارید این حرفا رو بزنید بزنید. مثل اون قضیه که داوود مواد فروشه. داداش دمت دیگه تو لایو اومدی. مراقب خودت. نظر شما درباره صحبت‌های داوود هزینه چیه؟ به نظرتون کی میخواد از توهم رئیس جمهور شدن در بیاد؟ خوشحال میشیم نظرتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارین.